چرا قاسم سلیمانی همچنان جان میگیره؟ سوالی است که بعد از کشته و مجروح شدن صدها تن از مردم غیر نظامی در کرمان در جریان چهارمی سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی کودکش توسط دولت ترامپ مطرح است اگه به یاد داشته باشید در جریان خاکسپاری این پاسدار هم دهها نفر از غیر نظامیان زیر دست و پاله شدند روز پنجشنبه در خدمت خانم سهیلا دشتی آموزگار و خبرنگار سابق درباره همین موضوع گفتگو داشتیم که توجهتون رو به اون جلب میکنم سلام میکنم خدمتتون خانم سویلا دشتی سال نو میلادی رو اگه دیر نباشه بهتون تبریک میگم امیدوارم سال خوبی رو شروع کرده باشید شما دومین میهمان 2024 هستید در رادیو ایرا خیلی خوش آمدید خانم دشتی ما سلام خانم غفاری. با سلام به شما خانم با سلام با تبریک سال نو میلادی به شنوندگان عزیز در هر جای دنیا که هستن بله حتما که تبریک قبوله البته هر روزی رو که ما شروع میکنیم یک سال نوه چون یه سال دیگه مونده که دوباره سال نو بشه به هر حال در خدمتتون هستم خیلی خوشحالم که دوباره آمدم به هر حال هستیم خیلی ممنون از خواهش دوست. میکنم ممنونم که وقت باز میکنی خانم دشتی بحث امروز ما در رابطه با این جنایتکار قاسم سلیمانی هست و اینکه چرا در واقع در جریان مراسم هایی که براش میگیرن این همه آدم کشته میشه میخواستم برای شروع اگه لطف کنین برامون یه یاداوری بکنید که قاسم سلیمانی اصلا کی بود چه سوابقی داشت و کلا چرا آمریکا در زمان ترامپ اون رو حذف فیزیکی کرد یا به قول مردم اون رو کتلت کرد من که از این ببخشید لغت کتلت خیلی خوشم نمیاد یعنی <applause> واقعیت حالا توی ذهن زمیر مردم هم جا افتاده تنزم ازشون گیرون تازه به جز اون به خاطرش دستگیرم میشن اما قاسم سلیمانی فعالیتش رو از آغاز با سپاه آغاز کرد یعنی رفت توی کمیته و سپاهی شد و بعدم توی جنگ ایران و عراق به فرماندهی رسید بعد از جنگ یعنی بروانه شد فرمانده سپاه کرمان و توی جنگ ایران و عراق توی الفجر هشت و کربلای چهار این دوتا رو به این علت میگم فرمانده بود چون دو تا از عملیاتی هست که باعث شد هزاران هزار ایرانی کشته بشن و بارها گفتن که خودشون میدونستن که این عملیاتی رو که انجام بدن محکوم به شکسته <applause> همین مثلا این محسن رضایی پاسدار بود موقع فرمانده بود که اینا رو برده آره ما می... نمیدونستیم یعنی دو تا عملیاتی که در هر حال مجبور شد ایران یعنی خمینی فهمید که نمیتونه جنگ رو ببره و به هر حال به اون همه کشته حدود یک میلیون کشته و زخمی خسارتی بود و به جز میلیون ها میلیون ها دلار خسارت اقتصادی ولی جایگزین نشدن یک میلیون کشته و زخمی هم. بعدش برای اون که اون شکست جنگ رو به یک نفعی جبران کنه سپاه پاسداران رو گسترش دادن اما این سپاه پاسداران شاخه برون مرزیش به اسم به اسطلاح سپاه قدس شناخته شد البته سپاه قدس توی عراق نفراتش رو داشت توی ایران یعنی کسانی مثل مالکی یا حکیم که اینا توی حزب دعوه اسلامی که توی ایران بودن شاخه شدن که باعث پایگزاری سپاه, سپاه قدس توی عراق شدن اما میگین چه خیلی داستان طولانی میشه ولی سپاه قدس با عراق شروع کرد اما ریشه های رو به اصطلاح همینجوری گسترش داد که توی حزب الله لبنان رو تشکیل داد رفت توی فلسطین و با حماس ارتباط داشت جنگ افغانستان با طالبان ارتباط داشت هم با طالبان هم با گفته میشه با القاعده حالا گفته که میشه نشاهدای خیلی زیادی هستن که نفرات القاعده بودن تمام اینا به استلام اگر یک عنکبوت در نظر بگیری اون وسطش میشه خود قاسم سلیمانی مهمترین شناختی که مردم خابر میانه از قاسم سلیمانی دارن جنایتاش توی سوریه هست به این علت که برای گسترش بنیادگرایی اسلامی موقعی که مردم سوریه بعد از بهار عربی وارد خیابونا شدن و تظاهرات مسالمت ها کردن که واقعیت قضیه اینه که کمک خواست بشار اسد و اینا رژیم وارد شد حتی با ورود رژیم و با ورود این ارتشا یا لشکرهایی که درست کرده بود به اسم لشکر فاطمیون و انصاریون و الان همه اونها رو حضور ذهن ندارم توی سوریه نتونستن بر به اصطلاح قیام مردم غلبه کنن که خود قاسم سلیمانی میره روسیه با پوتین صحبت میکنه و پوتین رو مجبور میکنه مجبور یا حالا چون تمام هزینه نظامی هواپیماها و حتی پول سوخت هواپیماهای جنگی که بمبارون میکردن توی سوریه رو رژیم پرداخت میکرد <applause> که با پشتیبانی نظامی روسیه به هر حال قیام مردم سوریه رو سرکوب کردن اما تو این وسط یک دفعه یک داستانی رو پیدا کردن که نه قاسم سلیمانی داره با داعش می جنگه. که اصلا اینجوری نبود مم. قاسم سلیمانی در حقیقت برای سرکوب قیام مردم سوریه رفته بود و یکی از چیزهایی که خیلی خیلی جلب توجه میکنه اینه که بعد از اینکه خبر مرگ قاسم سلیمانی میاد در سوریه عراق و حتی در بخشی از لبنان اصلا مردم جشن میگیرن در این حال که یک ازاداری هایی هم از طرف هزبولایی یا همون نیروهای نیابتی رژیم تو بخشی از کشورهای آفریقایی یا مسلمان های هند و پاکستان هم یک ازاداری هایی کردن چون قاسم سلیمانی اونقدر که تو خارج از کشور شناخته شده بود توی ایران به اون شکل نمیشناختنش مردم ایران یعنی خیلی بزرگش کردن که مثلا بعد از دایش می جنگه. قاسم سلیمانی جز اونی که حالا مسئول یایی که فرمانده ی سپاه قدس بود تمام مسئولیت پولشوی یا رژیم رو به عهده داشت یعنی یک مافیایی درست کرده بود برای فروش نفت قاچاق برای فروش مواد مخدر یعنی از هر جای دنیا که بگین عملیاتی که به اصطلاح این سپاه قدس فرماندهی میکنه یکی از شناخت تریناشون که شاید شما هم شنیده باشین لوی فری رئیس اف بی آی بود که توی یکی از سخنرانی که آمده بود در من خودم اینو شنیدم برای حمایت از مقاومت ایران در حضور خانم رجوی گفتش که دا در داستان خبر ما مستقیما میدونستیم که رژیم ایران دست داره و مستقیما میدونستیم که قاسم سلیمانی فرماندهی اینو به عهده داره ولی خب داستان مماشات دوره بوش ادامه پیدا کرده بود یا اینکه داستان مرکز یهودی های آرژانتی م. که داستان اونم یک داستان طولانی از که حتی دادستان رو هم بعد از اینکه که تونست دست رژیم ایران رو توی این پرونده و دست قاسم سلیمانی رو رو کنه که با ایادی حزب الله بود دادستان پرونده رو کشتن مم. و حتی اون پولی هم که به اون الان اسم خانم رئیس جمهور شده بود حضور زن ندارم توی یک به داستان مالی مشخص شد که پول گرفته کارتلا بله. کارتلای قاچاقی که هستن در برزیل در کلمبیا در تمامی دنیا یک سرش رو همه میدونن که قاسم سلیمانی مسئولیت عمده ای داشته توی این داستان ها از نظر نظامی هم همین روزا که نگاه میکنی صحبت میکنن از قاسم سلیمانی اینقدر بزرگش کردن یا اینکه واقعیت بود یا هرچی که خودش همین تونلایی که توی غزه دارن میگن که باعث نمیدونم شکست اسرائیل شده رو خود قاسم سلیمانی فکرش مال اون بوده قاسم سلیمانی بر خامنه ای فقط اینو بگم بدون جایگزینه یعنی هر کسی که آمده تا به حال نتونستن اون خلعه رو که قاسم سلیمانی ایجاد کرده برای رژیم پر کنن میگن چرا ترامپ این کارو کرد خب ترامپ آمریکا نیروهای آمریکایی هنوز توی عراق بودن حوسی های یمن بودن که قاسم سلیمانی اینا رو تغذیه میکرد و آموزش میداد و تهدیدایی که مکررن روی منافع به اصطلاح یا جایی که آمریکا پایگاه داشت یا یک مراکز امنیتیش بود تهدیدایی بود که هشت شبی تازه را افتاده بود اون همین ابو مهدی مهندس که با قاسم سلیمانی کشته شد توی این داستان ها بودن خانم قفاری من زیاد صحبت میکنم اگه که چیز قطع کنیم منو روی این مسئله تهدیدم کرده بودن که اگه آمریکا اینجوری باشه ما تمام مراکز آمریکایی رو بمبارون میکنیم اینا آقای ترمپ هم گفتش که نه شما نمیتونین این کارو بکنید و قاسم سلیمانی رو به هر حال از بین برد بعد از اون دیگه داستان ها عوض شده بود همون بلافاصله رژیم داستان انتقام سخت کمی یواش رو پیش کشید و انتقام سخت میگیریم خود ترامپ هم گفتش که ما بمبافکنامون توی اگر که کوچکترین به اصطلاح صدمه ای به مراکز ما برسه ما 52 نقطه ایران رو بمبارون میکنیم که حالا دیگه اون داستان اینال اسد رو نمیدونم یادتون هست که نمیدونم گفتن مم. که به آمریکا یا گفتن از اینجا بریم بیرون که چهار تا موشک زدن که توی بیابونا خورد تمام اینا رو دیگه اتفاقاتی بود که بعد از اون افتاد حالا اینکه چرا موقعی که میخواستن خوا... قاسم سلیمانی رو خاک کنن خب اون عدم مدیریت رژیم رو نشون میده مم. یعنی اول که میای میگی اعلام میکنی که من نمیدونم همچین آدمی با این کپکبه و دبدبه کشته شده از میون برداشته شده شما نمیتونی امنیت جانی اون آدمایی که برای عزاداری میان یا برای خاک سفاری این میان رو تامین کنی خب مدیریت نداری نمیتونی مدیریت کنی حالا نفر اون نفر زیر دست شدن تو کرمان بله. آمار مختلفیه تو بعضیا پنجاب 70 یعنی آمار مختلفیه اما به هر حال اون بار اولش عدم مدیریت بود و نشونم میده که اصلا جون آدما براشون اهمیت نداره اما هیچ وقت معلوم نشد چون میدونین جمعیت خود به خود من بحثم سر همون روزی که میخواستن اینو خاک کنن جمعیت خود به خود برافروخته نمیشه برافروخته نمیشه اصلا معلوم نشد چرا جمعیت یه دفعه عصبانی شدن یا اینکه ترسیدن یا اینکه چه روزی رو دست و پا له بشن حتما اون موقع هم یه خبری بوده که چیزی نگفتن من الان میگم با این چیزایی که آدم میبینه از رژیم واقعا برای چی آدم‌ها یه دفعه عصبانی بشن یا بترسن یا فرار کنن یا اینکه مثلا چی میخواستن ببینن که حجوم بیارن ق... قد... یعنی ام. اصلا من اینا رو نمیفهمم چون رژیم هیچ وقت توی این چیزا مد... شفافیت نداره امسا. به هر حال این خلاصه ای از, تا از... قبل از همین سالگرد چهارمی سال کشته شدنش که باعث مرگ واقعا واقعا دردناک حد اقل چهارم از این کسانی که کشته شدن دانش آموز بودن 24 دانش آموز کشته شدن نمیشه که به زور بوده؟ برده بودن اعتمالا بله به زور نه. برده بودن اونا رو حالا بقیه خانواده ها رو چه جوری بهشون چه وعده هایی داده بودن من یه یک عکسی دیدم که یک دختر فکر میکنم کنم 8 ساله 9 ساله یه کت قرمز پوشیده بود بعد یک سینی خیار دستش بود همونجا وایساده بود نمیدونم روز همون روز روزه یا یعنی سیزداده. قبل از هم حتما انفجار بوده که بعد یه همایل روی سینهش انداخته بود روش نوشته بود خادم دختر هشت نه ساله خادم یعنی چی؟ خادم کی؟ آقا چرا به سر بچه های مردم اینجوری میاری؟ به این چی دادین که همچی کاری میکنین باش؟ به چی دادین که حاضرن بچه یعنی واقعا اینقدر این رژیم ضد بشر هست ام. که هیچ مرزی براش نمیمونه اون که حالا بعد چی گفتن الان هنوزم خب عدم شفافیت یا اصلا معلوم نیست که این این نقطه که درسته روز درست. درست چهارشنبه سیزده ده این اتفاق افتاد توی چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در کرمان گفتن دو تا بمب منفجر شده نزدیکی های قبرش و همجور که ما گفتید صدها نفر هم کشته و زخمی شدن خانداش اولش گفتن جنس کار اسرائیلی بوده و هم آمریکا همکاری کرده بعد دوباره اومدن گفتن داعش مسئولیت رو قبول کرده آخه داعش برای چی بیاد بوم بذاره تو مراسم قاسم سلیمانی چه سودی براش داره خانم دشتی؟ الان صحبت خیلی زیادی هستش که راجع به این مسئله میشه که داعش من نمیدونم از اون یک تلویزیونی داره از تلویزیون خودش اطلاعیه رو خونده مهم. که مسئولیت این رو ما به عهده میگیریم اما من نظامی هم نیستم اصلا از چیزای نظامی خبر ندارم ولی دو تا یا سه تا عملیات توی ایران صورت گرفته عملیات تروریستی مهم. که اینو به داعش نسبت دادن یکی عملیات احواز هست مهم. دو تا هم توی شاهچراغ توی شیراز مهم. اینایی که اعلام کردن قد و قبار این انفجارهایی که توی کرمان صورت گرفته اصلا و ابدا به کار سابق داعش نمیخوره ام. به اسرائیل هم که تمام کشور اون که میگفتم من خودم چند تا توی خونه بودم که این خبر انفجار اومد خب خیلی دردناکی که آدم میبینه آدم های بیگناه کشته میشن اونم به خاطر کی؟ به خاطر یک جانیایی که خودشون قاسم سلیمانی که اصلا میگفتن قاسم کودک کش توی سوریه باعث مرگ 500 هزار نفر شد و بی خانمانی نمیدونم خطوی منطقه زینبیه دمشق مردم گوشت سگ و گربه میخوردن که تحریم شده بودن م. حالا رژیم دلش بر غزه میسوزه یادشون رفته که با مردم سوریه چه کار کردن خب برای همچین آدمی واقعا حیفی که آدما کشته بشن یعنی خب بعضی پرسن چرا رفتن اصلا خانم داشتی چرا رفتن که یه بحث خیلی عمیق اجتماعی هست چرا فقر هست توی ایران چرا گرسنگی هست توی ایران ما اون سالها رو اول باید جواب بدیم تا بفهمیم یک لایهی حتما حتما رژیم هوادار داره که اون لایه اولیه نرفتن لایه اولیه رو اگر بخوای بگی دختر قاسم سلیمانیه دختراش هستن خانوادهش هستن اونایی هستن که مثلا داد و فریاد میکردن که رفتن برای اینکه که برن قضیه به جنگن اسمشون رو نوشتن مه. کدوماشون اونجا بودن من گرسنه نبودم یا نیستم الان که بتونم قضاوت کنم کسی رو که یه پولی بهش میدن که مثلا خیار قسمت کنه بعدم بهش حمایل میدن که به خادم این کاری است که تمام دیکتاتورهای دنیا میکنن همون روزی که... روزی که همون روزی که اتفاق همون روزی که این اتفاق افتاد خانم داشتی صدا سیما دوربین آورده بود اونجا و گزارش تهیه میکرد با یک دکتری صحبت کرد من ویدیو رو که دیدم اسم این دکتر رو نایی بردن یعنی نمیدونم کی بود این آورده بودن مسئول که از بیمارستان های کرمان بود فکر میکنم که میگفت ما اصلا آماده بودیم از قبل آمادگی داشتیم و شرایط رو فراهم کرده بودیم یعنی برای رسیدگی بله های پزشکی بله. اینا آماده بودن خب امیر عبداللهیان هم بودو, بودو رفت سازمان ملل و نن من قریبا بازی در بود برای آنتونیو گوترز اونم اومد گفت که تروریست محکوم و فلان و چنان ولی خب اینا که آماده, دار... آماده, بودن برای همچین اتفاق وحشتناکی یعنی که میشه انگشت اتهام رو به سوی رژیم واقعا نشونه گرفت با توجه به ماهیتی که این حکومت داره ولی سوال اصلی همین هست که خانم داشتی که آخه چرا بعد از مرگ این آدم خونریز قاسم سلیمان جنایتکار این همه آدم باید بمیرن حتی بعد از مرگش ببینین ما با یک رژیمی طرف هستیم که هنوز ابعاد ضد بشر بودنش رو درست نمیشناسیم هنوز تعجب میکنیم من مطمئن نیستم که این کار رژیم بوده البته از اون چیزایی که خود رژیم گزارش نمیده مم. و خبر نمیده شما میگی که بابا جان الان نصد چهارشنبه یه پیش این اتفاق افتاده مم. یعنی ده تقریبا هشت روز پیش این اتفاق افتاده شما نیومدین بگین چه ماده منفجری استفاده شده مم. شما نیومدین بگین که مثلا یک داستانهایی درست کردن امروز سایت تصنیم یک گزارشی داده بود گزارش طولانیه که در ارتباط با دستگیری سی و پنج نفر دیگه از کسانی که توی این توتعه دست داشتن مم. که اینو به استهزار مردم شریف میرسونه و یک فیلمی نشون میده روی سایت تسلیم هست این فیلم های هالیوودی نمیدونم چجوری براتون بگم یعنی مثلا در حال عملیات رفتن خانه اون طرفی رو که حالا دنبالش میکردن بعد این مثل فیلم سینماییه م. مثلا حالا فکر میکنم خیلی جالبه حالا اون مزنون یا اون متهم داره تو خیابون رد میشه صدای کلیک فیلم عکاسی میاد این عکسش مثلا بعد خیلی جالبه که احساس میکنی دوتا دور بینه یکی از این بر میگیری از اون بر خلاصه این خانه ایست که اونجا داشتن مواد منفجره رو درست میکردن در اعماق زمین این رو خاک کرده بودن بعد یه بیلو میاره فیلم بردارم قشنگ میره روی بیله زوم میکنه بعد دوتا خاک ور میدارن دو تا بیل خاک میزنه کنار یک دفعه سیم پیدا میشه بعد یه دونه مثلا یه چیزی مثل مثلا براتون بگم مثل یه کنترل تلویزیون میاره بیرون خاکم روش ننشسته ها مثل مثلا پلاستیک بوده بعد نگاه میکنی میبینی اصلا یه جوری بیغوله ای از اون خونه نیست نم... یعنی نمیدونم از این چیز بخاری های والور قدیمی بود و با واقعا باید فیلم رو نگاه کنی بعد ورداشته نوشته که اینا مثلا تاجیک بودن یکی دونشون هدایت عملیات به عهده داشته از طریق تلگرام با داعش آشنا شده منظورم کانال تلگرامیه با داعش آشنا شده بعد آوردتش اونجا حالا از افغانستان آمده راش ندادن از سراوان آخه این چه بمبی چه ماده انفجاری بود که اینقدر قدرت تخریب داشته اگر که یادتون بیاد اول گفتن کپسول گاز منفجر شده بله. <laughs> بعد گفتن عملیات انتحاری بوده بعد گفتن نه دو تا کیف بوده اونجا بعد گفتن یعنی این سناریویی که هنوز تا هنوز پاسخ قطعی ندادن باعث میشه که خیلی سوال چون شفاف که نیستن ام. بعد میاد یک داستان نویسیه یعنی این اطلاعیه رو بخونی داستان نویسیه تروریست ها علاوه بر جلیقه انتحاری استفاده شده خب اگه استفاده شده بوده که شما نمیتونستین که از کجا فهمیدین تجهیزات انفجاری و پارچه برای تولید دو جلیقه انفجاری دیگر را آماده سازی و در حیات خانه تیمی دفن و سطح محبته را کاملا هموار و عادی سازی کرده بودند تا کشف آنها ام، امکان پذیر نباشد این بند هفتشه توی این اگر که مثلا به یه پلیسی بگی با یه کسی که مثلا میخواد یک جریان دادگاه رو قضاوت بکنه هیچ اطلاعاتی نیست شما بیتار. چرا, چرا بگین به مردم که خب بابا عکسایی که پخش شد ماده انفجاری که اینا استفاده کردن چقدر ترکش داشته م. که به تن آدم ها خورده آخه به یک آدم چقدر میتونه به خودش مواد منفجر وصل کنه که همچین قدرت تخریبی رو داشته باشه اینا رو توضیح نمیدن بعدم نوشه چند بار دیگه هم خونساسازی سی انفجار در همزمان در تهران اینا برنامه داشتن و اگر که سی تا رو اونجا خونسا کردی چطوری نتونستی خبر نداشتیم به گفته شما رئیس بیمارستان میگه ما آماده بودیم بابا هر جای دنیا یه تلفن میشه مثلا به فرودگاه میگن که یه بمبی گذاشتیم فرودگاه رو میبنده م. سینما رو تعطیل میکنن شهر رو تعطیل میکنن اینا رو که ما خودمون شاهدش بودیم مدرسه رو تعطیل میکنه یک چ... حتی خب... حب... یعنی تلفن میزنن شما این همه آدم رو به کشتن دادین خب طبیعیه که حتی اگه کار خود رژیم هم نباشه صد البته انگشت اتهام به سوی رژیمه چجوری میشه که شما همچین چیزایی رو از دست بدین یا میخواین قدر قدرتی خودتون رو نشون بدین ما سی انفجار رو جلوش رو گرفتیم خونسا کردن یعنی رفتن قشنگ ماده منفجره رو پیدا کردن حالا این چجوری بوده کلید داشته ندام چجوریه خونساش کردن سیماش رو قطع کردن و جایی که قرار بوده این هم آدم برن آه شما... شما کجا بودن اون بمبا که رفتین منفجر کرده اونجا صاحب نداشته اینا تو خیابون گذاشته بودن دروغ میگین؟ یا اونو دروغ میگین؟ بعدم چرا گذاشتین اگه خبر داشتی چرا گذاشتین مردم برن اینا اول قرار بود برن کنار قبر ای کاش رفته بودن کنار قبر اگه راست بگین یک مصطفی خوشچشم هست رژیمیه آمده بود تو تلویزیون الجزیره انگلیسی میگن این آدم مثلا یک گذشته بسیار نامشخصی داره اصلا معلوم نیست کجا به دنیا آمده چجوریه هیچ چیزی ازش نیست این نفر همراه رئیسی بوده توی سفرش به نیویورک میگن سخنرانی های رئیسی هم این می نویسه. خیلی هم جالب می نویسه این آورده بودن تو تلویزیون الجزیره بله آمریکا هست و اسرائیل خب نبود حالا چرا نمیان بگین که نیستن اینا؟ کاری استفاده ای که میخوای بکنیم بعدش رژیم که هم این جنایت ها رو که نکرده مم. همین الان همین روزا از نمیم دیروز بود پریروز روز بود سالگرد حمله به هواپیمای اوکراینی دیگه مهلی. دقیقا همزمان بود با مرگ قاسم سلیمانی چهار یعنی سال روز... پیش بود دیگه آره. شما هم گفتین که رژیم میخواست انتقام سخت بگیره ولی خب انتقام سخت شد سرمون کردن هواپیمای مسافه آره بری پی اس 752 خب خانم آره داشتی هیچ انتقامی که نگرفتن از حمله آمریکا که نه گفتم به که اون موقع که ترام مقابلش وایساد گفت حمله نه. کنی پنجا و دو نقطه ایران رو بمباران میکنم م. بعد انتقام سخت شد که خبر داد به امریکایی ها که پایگاه اینولاسد چارپنشت موشک زدن تو بیا با بودن بود خبر نشد بله بله آیا میشه خانم حمله حماس به اسرائیل رو انتقام سخت تلقی کرد یا نه سخت رژیم آخه میدونین چجوری رژیم الان شده مثل از یک طرف بعد از این حمله تروریستی اولش که میخواست بگه که قبلا ما صحبت کردیم که ما از حماس حمایت عاطفی میکنین مثلا عاطفی آره. یعنی معنی ما اصلا دخالتی آره. نداشتیم آره. بعد رویه میدیم فقط دا... رویه میدیم فقط بعد از این داستان علم خدا خودش گفت همین چهارشنبه سیزده هم که طراحی و کیفیت کانال های غزه توسط قاسم سلیمانی صورت گرفته بعدم گفتش که اینها این عملیات خب دیدین که سلامی موقع که داشت سخنرانی میکرد بعد از مرگ این همه آدم بیگنا مردم شعار دادن انتقام انتقام م. سلامی فرمانده سپاه پاسداران رژیم گفت انتقام قبلا گرفته شده خب اینا میخوان یه جوری بگن که الاقصا کار خودمون بوده میدونی یعنی یه جوری مثلا قدرت نمایی اینجوری بکنن اول که میگفتن کار ما نبوده الان به جای انتقام سخت یه لغت خیلی قشنگتری رو استفاده میکنن چی میگن؟ میدونین چی میگن؟ صبر استراتژیک. <تصفح> یه فعلا <پلن> صبر <سبت> کنیم. <تصفح> برای همین میگن مثلا حالا اینکه خب رژیم توی مقبره امام رضا بوم ام گذاشت. هواپیمای اوکراینی رو منفجر کرد. خیلی از کارا رو کرده که مردم قتلای زنجیره رو انجام داد تو ایران کشتار کم نکرده سیاسی رو آره ام. اون نه حالا یعنی, یعنی چیزی نیستش که منظورم انفجاریه منظورم اون چیزه. حالا اون قتل انفجاری نبود این چیزی نیستش که مثلا آدما ب... بگن که نه از دست رژیم بر نمیاد چرا ام. از پسش بر میاد واکنشی که حالا دارن سوء استفاده هایی که از این میکنن که یک دفعه یادشون افتاده خامنه ای این رو به عنوان مثلا خیلی جالبه از لغت ملی استفاده میکنه این باید باعث وحدت ملی ما باشه وحدت ملی باعث امنیت میشه بعد امنیت باعث پیشرفت اقتصادی میشه ولی باید اولش چیکار کنی تو انتخابات شرکت کنی یعنی تنز سیاهیه واقعا تنز سیاهیه یک لحظه فکر کنین که اگر همین ایادی رژیم اون بمبایی که توی غزه رو سر مردم بی گناه میریزه رو سر اینا میریخته همچین حرفایی رو می زدن من خودم هیچ چیزی ندارم و احساسمه من میگم که حسن نصرالله الان درست زیر گوش خامنه ای نشسته سی تا سخنرانی حسن نصرالله داشته رئیس الله هر ستای اینا از طریق تلویزیون پخش شده یک دوربینه دوربینه تکون نمیخوره هیچی دیگر رو نشون نمیده هر وقتم که میخواد مردم رو نشون بده قطع میکنه اگه دقت کنی اونم نمیخواد انتقام سخت بگیره میخواد صبر استراتژیک داشته باشه حالا فعلا آمدن حوسیا رو گذاشتن جلو که مثلا آزار و اذیت برسونن امروز هم که حتما خبر شنیدین که یه کشتی نفتکش رو تو دریای عمان رژیم گرفته حال از رژیم بعید نیست که این کارا رو بکنه اما مقاومت ایران سابقه ای که از جنایات رژیم داره کم نیستن مثلا حمله به اشرف آخرین حمله ای که به اشرف شد که صد نفر توی اشرف مونده بودن 52 دو نفر رو دست بسته گشتن به قتل رسوندن بمباران ها و نمیدونم حمله های نظامیه که اصلا همهشون میگفتن که حملات متعدد به اشرف قاسم سلیمانی دستور دهنده اصلیش هم خود خامنه ای هست حالا در این شرایطی که شما نگاه کنین ما اگر مثلا سابقه رژیم رو نمیدونستیم اگر که فکر می کردیم این دعوای جنگ هیدر بین اصلاح طلبا و اصولگرایانی که مثلا هستن و ظریف که گفتش که من هر روز و هر هفته با قاسم سلیمانی ملاقات داشتم در جریان تمامی کارهای من بود به خاطر همین میگم قاسم سلیمانی بدون جای گذنه بر خامنه ای قاسم سلیمانی کسی هست که ایدئولوژی ضد بشری خامنه ای رو بهش صورت میداد مجسمش میکرد که میتونی دروغ بگی میتونی فحشاد بکنی میتونی نمیدونم مواد مخدر بفروشی هر کاری میخوای بکنی بکنی ولی خب اون به خودش خودشو بندیه چی به خودش میگفت سرباز رهبره خب ما از این گفتن... تاریخ گذاشتیم درسته این انفجار توی کرمان رو گفتن حمله تروریستی بوده خب تروریست میدونیم که با اهداف مشخصی تعریف میشه مثلا اهداف ایدولوژیک میتونه داشته باشه مذهبی یا سیاسی داشته باشه و اینگونه عمل میکنه آیا با همین تعریف از تروریسم نمیشه به این نتیجه رسید که خب کشتن مردم توی سالگرد سلیمانی در کرمان این سیزده دی ای منظورم هست کار رژیم آخوندها بوده و شاید هم به دستور خامنه ای که خودشو زبان خدا میدونه بوده میشه اینو گفت یعنی اصلا عملیات که تروریستی بوده اصلا شکی در چون ترور موقعی که مردم بیگناه رو مورد هدف قرار بدی مردم غیر نظامی رو مورد نظام هدف ترس. قرار بدی ام. و باعث ترس در مردم بشی خب این تروره حالا این تروره به اصطلاح نظامیه ترورهای دیگه هم از ترور شخصیتی هست ترور سیاسی هست خیلی چیزهای دیگه هستن این تروره اما اینکه میگه خب از پس رژیم من گفتم خدمتون رو عرض کردم بعید نیست که رژیم هم چی کار رو کرده باشه اما در شرایط حاضر من به عنوان کسی که خب خبرنگار بودم من نمیتونم بر فرضیات صحبت کنم ام. میگم که سندی ندارم الان که بگم کار خود رژیم بوده شاید در آینده یک کدوم از اینا بیان مثل همین قطرهای سیاسی که بهش گفتن قطرهای ای آمدن فهمیدن که کار خودشون بوده یا همین عملیات ولفجر چهار و عملیات عملیات هایی که توی جنگ زده میهنی داشتن بیان بگن ما میدونستیم که شکست میخوریم و مثلا یک روز چهار هزار تا سرباز ایرانی کشته شد یا انفجار امام رضا که شما بهش اشاره کردید انفجار امام رضا خب شاید بعدا بیان بگن خود تاجزاده که الان زندان هست خود تاجزاده اومد گفتش که داستان به اصطلاح امام رضا کار خودشون بود گنجی بود فکر یا مثل قتل یا حالا اون البته اعدام سی هزار نفر توی سال 67 خب نمی اومدن بگن سالهای سال این سکوت مطلق بود راجبش با دو اومدن موسوی سال 88 چند نفر از دانشجو پرسیدن آقا داستان اعدام سال 67 چیه که جواب نداد و همین باعث شد که بچرخه من الان سندی ندارم که بگم که یا مثلا اگر خود مثلا می می که خود رژیم مثلا میومد میگفتش که ماده که اینا استفاده کردن مثل مثلا خب ما دیدیم دیگه توی داستان عملیاتی که میخواستن بکنن توی ویلپن ماده منفجره ای که از اسدالله اسدی تروریست به اصطلاح دیپلمات تروریست رژیم آورده بود گفتن توی مثلا کیف 500 گرمی یعنی 500 گرم بود بین 500 تا 750 گرم بود و قدرت تخریب این اینجوری 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 بود ام. یادتونه که گفتن نه. خب پلیس گزارشش اینه نمیگی که نمیدونم دو تا جلیقه انفجاری داشتن خب دو تا جلیقه انفجاری که کشته شدن دیگه این ای ای خبری نیست که بدی یعنی جمله‌اشو که آدم میخونه از یه طرف میگه سی انفجار خنسا سازی کرده بعد بند نوهش میگه در روزهای اخیر اینو دقت کنین سخنانی مبنی بر کشف توتعه های متعدد بمبگذاری پیش از مراسم سالگرد شهید حالا قاسم سلیمانی منتشر شد که شبهاتی ایجاد کرده است واقعیت آن است که در خبرهای مورد بست دو معلفه تعداد زمان کشفیات مواد منفجره دقیق نمی باشد خب اگه اون بالا شما ورداشتی نوشتی بند, بند اولش نوشتی که دوتا جلیقه داشت میساخت بعدش داشتن دوتا جلیقه هم استفاده کردن بعد پایین میگی که دقیق نمی باشد خب این اطلاعی است که فرمانده نظامی نمیدونم چیز داره میده بعدم یه آخر سرم یه انشا زیرش نوشته همراهی و همدلی و هم فلان باعث هماهنگی و همش هم گذاشته که ما تونستیم اینا رو کشف کنیم خب چی کشف کردیم دو تا آدم که کشته شدن سی و نفری که شما اونقدی که امنیتی که میخواستین بگین برای امنیتتون و چهار تا نخ مو تکون میده کشته شدن صد نفر امنیت شما رو با هم نمیزنه یه فرمانده پلیسی بود حالا یه پرانتز باز کنم خانم غفاری فرمانده پلیس تهران بود چند سال پیش من داشتم اخبار گوش میدادم از اخبار خود رژیم منظورمه میگفت ما آنچنان امنیتی داریم آنچنان امنیتی داریم که من شب داشتم زمستان سرد داشتم میرفتم این معتادا عشنگ میگفته میگفت و اصلا رو در برسی هم نداشت تو خیابون بدونه که به ترسن خوابیده بودن ما امنیت داریم نمی نمیگفتن اگر که نمیدونم تو سوریه توی نجنگیم تو سوریه نجنگیم باید توی ایران به جنگیم امنیت ما کدوم امنیت مه. تمام زورگیرا و دزدا و فلان اینا شما دست قطع میکنین برای نمیدونم یه میلیون تومن برای میلیارد میلیارد دلاری که میدوزین از مردم و بعد اول دست خودتون قطع بشه یعنی این داستان ها فقط یک داستانایی است که من فکر میکنم دیگه مردم رو نمیتونه بفریبه خودفریبیه الان خودشون اومدن گفتن که همین حرفی که خامنه ای زد که رفته بود پیش خونه سلیمانی بله یعنی هم... فی... گفتو به زبان خدا با... هستم دیگه آره نه گفت که سخرانی گرم و گیرایی کردم یک روزی حسابی بعدش خودم نبودم ام... این زبان خ... حرف خدا بود که از گلی من بیرون حالا با... یک س... هفته است دارن این رفو میکنن نه این منظورش این بوده منظورشون بوده خودشون نمیتونن چه جوری جمع جورش کنن ما میخواستیم ببرین فکر کردین که با سلام فرمانده که به جایی نرسید نرسه. این همه بچه کشته شدن توی این داستان م. سلام فرمانده رو که نتونستین یا علی هم که موقعی هم که به دنیا ما یا علی این رو که یادتونه یا علی هم به اونجا نرسیدین حالا شد دیگه حالا. ولی دیگه نمی, نمی... ببین مردم یه موقعی مثلا حالا بگو که وضعیت زندگیشون خوب باشه دستشون به دهنشون برسه یه،, یه, چیزی باشه میگه خب بابا باز مزخرف میگه ولی الان عصبانی میکنه مردم این حرفا رو نرمش قهرمانانه هم کاری نرمش, نرمش قهرمانانه میگم که الان شده صبر استراتژیک یعنی به رژیم تنها زبان زور رو میفهمه م. همین الان آمدن نمیدونم رزیش زدن و اون آمریکا اومد فرمانده هشت و شبیش رو زد و دوباره میترسه میترسه که وارد یک حمله نظامی بشه یعنی یک جنگ نظامی بشه تمام چیزش از دست میده بعدم الان یک چیزی که میگفتن خیلی 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 روش تهیه میکردن اینه که اسرائیل میخواد جبهه جنگ رو گسترش بده بازم میگم من نظامی نیستم که مثلا خیلی جریانا رو بدونم ولی موقع که نقشه رو میخوام بذارم جلوی خودم اون چیزی که یه نقشه هست حالا یه نقشه نظامی نیست من من نظام نقشه جغرافیاییه اسرائیل که از نیروی زمینیش که نمیتونه بفرسته به جنگه درسته م. با دست چند تا کشور رد شه پس میشه تنها نیرو هوایی دیگه با نیرو هوایی هم خود اسرائیل داره یه غزه ای که 340 کیلومتر مربع هست 340 کیلومتر مربعه سه ماه داره بمبارون میکنه یه ایرانی ما داریم یک میلیون و هزار کیلومتر مربعه اسرائیل به نظر من یعنی یک فرمانده نظامی نباید داشته باشه که همچین عملیاتی به انجام بده بجز اون حمله آقا میگه جمعیت ایران هشتاد میلیونه جمعیت اسرائیل چیش میلیونه آقا اصلا یه چیزایی میگین که اینقدر مثلا میخواین اسرائیل رو بزرگ کنین که میگین ما خیلی مثلا قدر قدرتیم از نظر جغرافیایی میگم از نظر جمعیتی میگم یعنی تمام ایران رو به بهانه اینی که راه قدس از کربلا میگذرد و به خاک سیاه نشوندیم من مطمئنم مردم ایران همون جوری که دلشون برای بچه های غزه میسوزه ولی دلشون برای خامنه ای که نمیسوزه که کی شعار دادن فلسطین رو رها کن فکری به بال ما کن فلسطین که منظورشون بچه های که یعنی این شرایط نبود همینی بود که میگه خود علم الهدا گفتش که فکر اونم مال چیز بود هم... همه میگفتن که حمایت مالی میشه از چیز حزب الله که اصلا نفره نف... یعنی حزب الله خود حسن نصر گفت هم پولمون هم سلاحمون هم ایدئولوژیمون همه چیمون از ایران میاد مگه نگفت چرا نیروای نیابتی که دارم توی کشورهایی که حضور علنی دارن منظورمه مثل مم. سوریه و با... اصلا میگه که ببین همین رزی رو که کشتر مم. رزی موسوی اونایی که رژیمیا رو میگن میگن اینقدر محدودهی که ایرانی های وابسته به رژیم اونجا هستن یعنی نیروهای رژیم هستن اینقدر از نظر امنیتی بسته هست که به هیچ عنوان نمیشه وارد شد مگر کسی از درون اینا رد داده باشه که بفهمن کی اونجا خب حالا شما ب... تو... توی خودشون هست بله جاسوسه یا هرچی من اونوار کار ندارم اما الان دیگه حالا می... یعنی میخوان شاخشونه بکشین ما انتقام سخت میگیریم ولی نه انتقام قبلا گرفته شده حالا ما می‌خوایم چی داشته باشیم صبر این, استراتجی. این صبر صبر خ... استراتژیکش خیلی برای من چیکار کرد ولی نه رژیم توی عملیات حالا برگردیم سر بحثمون عملیات یعنی تروریس... این تروریسم هست رژیم به بونبانه... عنوان کی بود بوش بهش گفتش که اکسلعه و... آره گفت... مه... مهواره س شهر. شهر. بله به عنوان بزرگترین حامی تروریسم دنیا شناخته شده است یعنی این رژیم اصلا یک حکومت تروریستی داره چون یکی از خواست مردم ایران مردم انقلابی ایران منظورم مردمی که به جد خواهان سرنگونی هستند تو خارج از کشور این بود که سپاه پاسداران رو توی یه لیست تروریستی قرار بدن مم. اصلا همین هشتگ های سی تروریست اصلا خیلی چیز شد یا خب دیدیم هم که حتی همین بحثم هم چقدر به وسیله رضا پهلوی و اینا واقعا بیرنگ شد تا اونجا که تونستن نه اینو بذاریم نه اونو نذاریم بعد یه دفعه بذاریم یه دفعه نذاریم ولی خب خواسته مردم این بود چون حکومت بدون تروریسم اصلا نمیتونه زندگی کنه یک جنگ افروزی بیرونی که حالا بهش میگه محور مقاومت لغتاشون هم جالبه بله. <applause> محور مقاومت و سرکوب داخلی این هم محور مقاومت هم میخواد که سرکار بمونه یعنی, یعنی این حرفا رو زده رژیم تعارف نداره گفته که آقا اگر اونجا نشه ما باید تو ایران بجنگیم حالا بازم فهمید که تو ایران باید بجنگه ام. باید چیز دیگر رو علم میکرد حالا دیگه حتی دست. اگر خودش هم دست نداشته باشه تو این عملیات ولی این بمگذاری ولی ازش سوء استفاده میکنه که سرکوب بیشتر کنه محدودیت رو بیشتر کنه همین که خودش داره میگه که نمیدونم فشار روی مردم بیشتر کنه دیگه فتوای آخرش هم داد که هر کسی که رأی نده مسلمان نیست نمیگه که دیگه مثلا جمهوری اسلامی رو قبول نداره یه قدم بالاتر رفته دلست. دیگه رفته جای خدا نشسته دیگه و <تصفح> جدی جدی اون حرفش بله. درست بود یعنی اون حرفاش حرف خودش بود حالا خیلی سعی میکنن رنگ آبش بزنم. بزنن تو آخه چه جوری می... آخه کی به تو میگه که مسلمانی با رای دادن, دادن شرطش میشه که رای به رعی به رعی دادنه ام. آخه بله. میدونی همین حرفا رو خانم ده دهش شست میزدن تو دانشگاه ها. میپرسیدن مسلمونی یا نه مهم. بعدش توی سال 67 پرسیدن پیچار مثلا اون کسی که کمونیست بود میگفتش که نه بعد میگو به اندازه هر رکعت نماز به شلاق بزنی نه که رکعت نماز مرتبه های نماز پنج مرتبه در روز هر دفعه باید کتک میخورد تا بگه مسلمونم اگرم نمیگفت ادامشون کردن همچین رژیمیه بخواه از این رژیم که چیز در نمیاد افعی ایک که کبوتر نمیزاید این رژیمه حالا هر که هر کاری میخواد بکنه با هر لعابی با هر نمیدونم کاغذ شکلاتی هر چی به پیچتش. به قاتل بودن هیچی توی رژیم نیست برای همینه میگم به حال در بین مردم فکر میکنم انگشت اتهام به سوی رژیم نشانه رفته در رابطه با انفجارهای کرمان روز سیزدهم دی ای داشتم خانم داشتی برای این مصاحبه آماده میشدم چند روز پیش یک مقاله خیلی کوتاهی دیدم در یک از سایت های وزارت خارجه آمریکا بود که از قول فردی به نام پال ویلکنسون که انگلیسی هست کارشناس تروریسم هست مثل این که ولی در سال 2011 فوت کرده این شخص تروریسم رو به چهار دسته جنایی، روانی، جنگی و سیاسی تقسیم بندی کرده و در همین چارچوب هم تعریفش میکنه خب همین کشتن مردم توی کرمان در چهارمی سالگرد مرگ قاسم سلیمانی آیا میشه این رو تو این چارچوب تعریف کرد؟ برای همین میگم ممکنه کار ممکن که من فکر می‌گم کار رژیم بوده نمیدونم میشه من... <applause> تعریفش کرد من... این من در, در اینکه این که یک عملیات تروریستی بوده حرفی درش نیست البته الان این فقط چهار دسته نیستن الان یک دسته پنجم هم اضافه شده تروریسم سایبری هم بهش اضافه شده بله. اصلا <applause> اما من منظورم اینه که عملیات تروریستی در عملیات تروریستی بودنش چکی نیست یعنی میشه عملیات تروریستی فیزیکی نظامی هم هست یعنی با یک حالا جنگی یا نظامی حالا اونجوری تعریفش رو بکنیم م. میاد که آدما رو از بین ببره و هر چقدر بیشتر تعداد بیشتر براش بهتره بیشتر به اهدافش نزدیک میشه توی اطلاعیه داعش نوشته بود که دهها ها رو ما حالا به زبان خودش به درک واصل کردیم من اسم تلویزیونشون رو یادم رفته ولی اطلاعیشونو خوندم میخوام بگم که توی این عملیات تروریستی بودن شک نیست این هم که مثلا ما میگیم رژیم ممکن این کاریو کرده باشه بازم جای چون اطلاعاتمون خیلی کمه من خودمو دارم میگم اطلاع اما از سابقه رژیم میگه بعید نیست که این کارو کرده باشه رژیم برای هواپیمای اوکراینی هنوز جواب روشنی نداد که آیا این موشک ها عمدی بوده یا غیر عمدی بوده منظورم این نیست که ما چی فکر میکنیم درسته منظورم این هستش که یک پروسه قضایی یک پروسه قانونی و حتی یک پروسه ای که مثلا کارشناسای های هوا... بیان ایران نظارت کنن جعبه سیاهی که قرار بود بفرستش کانادا یا اوکراین جعبه سیاه دستکاری شده بود خب موقع که این همه عدم شفافیت داری نسبت به مردم و برای جون براش جون مردم مهم نیست طبعا جون این صد نفرم میگه خب برای حفظ نظام مگه جون این صد نفر اگر انسان آدم باشه با جون ده هزار تا بچه ای که توی غزه دارن به خاطر جنایت های همون سر ماری که میگن جنایت های خامنه ای کشته میشن فرق میکنه خب برای چین هم آدم کشته بشن توی غزه واقعا من تصور اینی که این همه بیگناه دارن امروز رادیو سوئد یه گزارشی رو پخش میکرد یکی یک فکر میکنم یک خبرنگار کانادایی بود یا آمریکایی چون گزارش به زبان انگلیسی داشت پخش میشد که با یک گروه یا مثلا مردم غزه تماس گرفته بود که گفته بودن مردم میگفتن این این گروه حالا چقدر استن نمیگفتن این گروه میگفتن ما اینقدر زیادن مردم غزه که بین دو تا فشار وحشتناک قرار گرفتن یک طرف فشار همس و یک طرف فشار اسرائیل جرات اینی که بگن ما از جنگ خسته شدیم ندارن میگیرن میزنن ایشون خب یک جنگی که خیلی اصلا همه دیگه اینو میدونن باعث وجود همه است باعث به وجود اومدن همه است یکی از دلایلش رژیم جمهوری اسلامی بود چون طرح دو کشوری داشت به یک سرانجامی میرسید و مذاکره شروع شده بود گفتن نخ 2006 بود خامنه ای هم سر کار بود نه مذاکره نه اسرائیل باید از بین برود به باید بشود خب تاریخو که یادمون نرفته اینا این موقع که میگی محو باید بشود این کار تروریستیه یه کشور رو نمیتونی محو کنیم اسرائیل وجود داره دیگه نمیشه اسرائیل رو از بین برد خود عبداللهیان میاد وای میسه میگه ما با اسرائیل روی یک نقطه با هم اشتراک نظر داریم هر میگیم که طرح دو کشوری غیر قابل انجامه فقط خوب خب این ماهیت اینو نشون نمیده دقیقا چرا؟ همون اندازه ای که دارن مردم کشته میشن به همون اندازه شما هم در اون قطف دست داری بله اسرائیل داره بمبارون میکنه موقع که میگی طرح دو کشوری نه به این داستانه دوباره خبری بود دیروز که بلافاصله اسرائیل غزه رو ترک کنه و تمام همسی ها هم غزه رو ترک کنن و بمبارون رو قطع کنه اسرائیل این تری هست که قطر داده قطری که میگن یکی از مهمترین حامیان همسه الان شده دنیای حالا به خصوص خابر میانه به خصوص وضعیت ما مردم ایران به وضعیت منطقه گره خورده نمیشه بگی که خب اسرائیل اینجوری میشه ما چیز میشیم شرایط بسیار پیچیده ایه ولی خب از رژیم هیچ اصلا بعید نیست که این کاری کرده باشه آقای پال ویلکلسون تروریسم یه جوری تعریف کرده ولی رژیم خوب نمیشناخته احتمالا خب استاد دانشگاه بوده البته خودش نظامی بوده بعد از این مدتی ول میکنه کارشو وارد دانشگاه میشه و دیگه مشاور خیلی مشاوره خیلی از چیز انگلیس مشاور خیلی از وزرا بوده اما رژیم اول باید رژیم شناس بود بعد واقعیت م. این آخون شناس هم واقعا همه نیستن نه ببینین موقع که میری توی جنگ با رژیم هر چقدر که جدیتر باشی بیشتر میشناسی و خاطر همین میگم ما هنوزم هم تعجب میکنیم بایی وقتا از کار رژیم اصلا مثلا ببینی همین داستان راب مالی رو نگاه کنین و نفراتی که با این کار میکردن میدونستیم ما نشونه ها رو مثل مثلا یه دکتری که نشونه ها رو میبینه مثلا میگه آره اینو داره اینو داره اینو داره یک دو سه چهار پس مریضی فلانو داره خب ما میدونستیم یک دو سه چهار آقای راب مالی داره خط رژیم رو پیش میبره آمریکایی که نمیدونه کسی که داره هفته دو بار میره نمیدونم هفته یه بار میره یا ماه یه بار میره تو کاخ سفید با رئیس جمهورش ملاقات میکنه همچی کاری باشه که آمریکایی معمولی رو میگم ها. تا حتی استاد دانشگاهشم بابا چجوری رژیم نفوذ کرده دیگه نفرای رژیم تو خارج از کشور که امامه و نمیدونم با حجاب نیستن که برای که رژیم رو بشناسی دیگه مشخصه هاش خیلی برای کسی که میگم مقاومت میکنه برای کسی که میدونه رژیم پیچیده هست اون میفهمه که بابا هر قدم که به اصطلاح توی این مسئله شناخت رژیم یعنی جلوتر بری میفهمی که هیچ راهی به جز که مقاومت کنی مقابلش هیچ راهی که به جز این که باش به نداری مثل هیتلر الان هرچی نمونایی از هیتلر هم بدتر به خاطر همین میگم که ما مثلا فکر میکنیم می یک نیروی دیگه میاد ما رو نجات میده مثلا اسرائیل برای بعضیا که اگه با ایران حمله کنه حالا بعضی رو ت... استقبال میکنن بعضی ها میترسن و من اینو مم. نمیگم نه نمیشه چه اتفاق نمیافته که مثلا اسرائیل بیاد حمله کنه اتفاقا اگر اسرائیل بیاد بدتر هم میشه در... یعنی میگم ج... آدم نقشه رو بذاره جلو خودش ها جنگ به نفع رژیمه اون چیزی که میخواد آرزوشه دقیقا خانم خیلی ممنونم که وقت باز کردید این موقع شب و بسیار توضیحات جالبی برای ما دادید ازتون ممنونم و امیدوارم تا دفعه بعد که دوباره در خدمتتون باشم شما سعی و سالم باشید خواهش میکنم خیلی ممنون فرم غفاری واقعا نمیده من موقعی که با شما صحبت میکنم اصلا نمیده زمان چجوری میگذره امیدوارم که خسته نشده باشین از اونها شنوندگانمون خسته نباشن و سطح را حالا الان که دیگه رادیو پیچ نداره سفر عوض نکنه پیچ رادیو رو ببندم الان دیگه پیچ نداره با یه دکمه میشه بس یه کلیک میزنی درسته نه صحبت شما خب خیلی جالب است از نقطه نظر متفاوتی به مسائل نگاه میکنید و خیلی جالب است برای خودم برای خود برا شنوندگان هم به همین صورت استقبال میکنم خیلی ممنونم خواهم داشتیم امیدوارم خواهش میکنم شب و روز شما بخیر به همچنین اراده کرده هم که سرنگون کنم تو را ز خاک مهر روشنی برون کنم تو را اراده کرده هم که سرنگون کنم تو را زده کرده ام ز خاطرات سرخ ز پارک ز خانه ها ز مدرسه کلاس ز کوچه ها ز راه های تنگ و ناشناس به دوزخی مخوف راه کنم تو را که کنم تو را ز چه سال ها باغ ما جوان کشته ای ستاره های شهر را شبان کشته ای چقدر از تبار ما تران کشته ای قسم به داغ لال صدای ارتشی بزرگ بومبادی از شران ما در شبانه های بی حضور روشنای صبح چار ما هر گذر به نام یک شهید هر یکان با دست تار ما کوچه کوچه های این وطن بیشه ی پلنگ باره ها من از کنام شیرهای به ترس از شرار قلب است وایم کنون برای فتح ها هواییم چه خوش تو چار باش و جنون کنم تو را اراده کرده هم که سر نگون کنم تو روشنی برون کنم را ز خاک که سر کنم روشنی برون کنم تو را